سلام، من امیر قودم و دعوت میکنم با من به تماشای 30مین و آخرین برنامه باکس آفیس کلو در سال 2022 بنشینین. امیدوارم این 30 برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و ممنون میشم اگر با سابسکرایب، لایک و کامنت همچنان از صفحه حمایت بکنین. اول میریم سرک میکشیم به تیزر فیلم های جدید، به خصوص اونهایی که اوایل سال آتی در لیست اکران قرار دارن. در بخش دوم هم مطابق معمول سری میزنیم به آمار فروش سینماها در آمریکای شمالی. این هفته آواتار کولاک کرده. روتن تومیتو گزارشی از آخرین قسمت مأموریت غیر ممکن با بازی تام کروز منتشر کرده. اگرچه هنوز قصه هفتمین قسمت از این سری فیلم ها مخفی نگه داشته شده، اما گفته میشه شاهد بزرگترین بدلکاری تاریخ سینما خواهیم بود. از همین حالا هم طرفداران این مجموعه فیلم ها هیجان زدن و منتظر اکران این فیلم در 14 جولای سال آینده هستند. Know the weather conditions in this area, in the valley, and on the ground. با توجه به فروش فوق‌العاده تاپ‌گان ماوریک در تابستون امسال، بعید نیستش که مأموریت غیر ممکن هم چنین موفقیتی رو تکرار بکنه. بالاخره تیزر بلندی هم از جدیدترین ساخته کریستوفر نولان منتشر شد. این درام زندگی نامه و تاریخی به بررسی زندگی جی رابرت اوپنهایمر میپردازه، دانشمند آمریکایی که به عنوان مخترع بمب اتمی شناخته میشه. کیلیان مورفی نقش اوپنهایمر رو بازی میکنه و لیست بلند و بالایی از بازیگرای صاحب نام در کست فیلم چشم میخوره. اوپنهایمر 21 جولای 2023 روی پرده سینما خواهد بود تا ببینیم این بار نولان قراره چطور ما رو شگفت زده بکنه و آیا باز از اون بازی های زمانی در فیلمش خبری هست یا نه. تیزر جدیدی از انیمیشن جذاب اسپایدرمن اکراس دی اسپایدر ورس ببینیم. این ماجرای حماسی یک بار دیگه پای یک قصه چند جهانی رو به ماجراهای اسپایدرمن باز میکنه. این بار هم اسپایدرمن‌های مختلفی رو خواهیم دید، منتها در تعداد بسیار بیشتر، که قراره با هم متحد شن تا بزرگترین و خطرناکترین دشمنشون رو از سر راه بردارن. با توجه به تجربه جذاب و شگفت‌انگیز انیمیشن اسپایدرمن قبلی، به نظر میاد انتظار تا 2 ژوئن برای هواداران این مجموعه خیلی طولانی باشه. Make sure he never forgets where he came from. Who do you think you are? Really? علاقمندان به فیلم‌های ساینس فیکشن هم میتونن منتظر اکران فیلم 65 باشن. Send help. آدام درایور یک بار دیگه در نقشی حماسی قرار گرفته، اما این بار خبری از جدای‌ها و سیت‌ها نیست، بلکه فضاپیمای او به جایی 65 میلیون سال قبل اومده و باید برای بقا با دایناسورها بجنگه. یه تلفیق جذاب از جنگ ستارگان و پارک جوراسی که 10 مارس آینده اکران میشه. طرفداران سری فیلم های ترسناک جیغ هم میتونن منتظر اکران 6مین قسمت این مجموعه باشن. قاتل نقابدار مرموز یک بار دیگه به نیویورک برگشته و یه شب هالووینی پر از خون و خشونت رو برای شهروندان طرح‌ریزی کرده.
قسمت جدید جیغ با بازی جن اورتگا و ملیسا باررا هم 10 مارس روی پرده های سینما خواهد بود. In life of course nothing is nearly as neat and tidy. وسط این همه خون و خون ریزی دیدن یه آدم خوب ممکنه حالتون رو خوب بکنه. I was, yeah. I heard what happened to you. The accident. آلیسون زندگی آروم و شادی داره، اما یه تصادف دلخراش باعث از هم پاشیدن زندگیش میشه. با مزه‌اش این که فلورنس پیو بازیگر نقش اصلی فیلم و زاک براف کارگردان در انتهای این پروژه پس از 3 به رابطه‌شون پایان دادن. What the hell did you do to your hair? It's makeover Monday. It's Friday. در این درام جذاب شاهد نقش آفرینی مورگان فریمن هم خواهیم بود، فیلمی که اوایل بهار اکران میشه. نگاهی هم به تیزر فیلم خون میندازیم، یه درام ترسناک. جس یه پرستاره که به تازگی از همسرش جدا شده و با دختر و پسر کوچیکش به خونه مزرعه قدیمیشون نقل مکان میکنه. اوون پسرش توسط سی گاز گرفته میشه و عفونتی مرموز ناشی از گاز گرفتگی اونها رو به دردسر بزرگی میندازه. Really is an amazing recovery. این ساخته براد اندرسون هم 12 ژانویه اکران خواهد شد. بریم نگاهی به آمار فروش سینماها در 51 هفته سال بندازیم. اگرچه آواتار قوقا کرده، اما نه اون قوقایی که همه فکرش رو میکردن. Right now? Who would want me to be a part of their life? تو خونه 10 جدول یکی از احساسی ترین فیلم های سال قرار گرفته. وال با بازی برندن فریزر یکی از اتفاقات ویژه ساله. یه معلم زبان انگلیسی گوشه‌گیر تلاش میکنه با دختر نوجوانش که از اون جدا شده و تازه برای مدتی به خونه برگشته ارتباط برقرار کنه. فیلمی که گفته میشه بیشترین شانس دریافت اسکار نقش اول مرد رو خواهد داشت. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. وال این هفته 1,131,000 دلار درآمد داشت. She's gonna be okay. درام جنگی ایثار با 4 سقوط به خونه 9 جدول اومده. ماجرای یه جفت خلبان جنگنده نیروی دریایی آمریکا که در جنگ دو کره با از خودگذشتگی جونشون رو برای نجات همرزمانشون به خطر میندازن. ایثار در 5 هفته اکران 1.2 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 19 میلیون دلار رسید. فیلم جدید اسپیلبرگ فیبلمن ها هم 2 پایین اومده. ماجرای سن فیبلمن رو خواهید دید، پسری که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در آریزونا بزرگ میشه و به یه راز خانوادگی مهم پی میبره. او با استفاده از قدرت نهفته در فیلم ها میتونه به حقیقت پی ببره. فروش فیلم البته چندان چشمگیر نیست و در پایان هفته ششم کمی بیش از 9 میلیون دلار درآمد داشته. Something you also have to take care of it. It's more important than your hobby. What do you want, Barry? You want the moon? Just say the word and I'll throw a... اکران مجدد یک کلاسیک کریسمسی بسیار معروف براش خوشیوم بود. در 75 سالگرد اکران زندگی شگفت‌انگیز است، شاهد به نمایش در آمدن این فیلم خاطرانگیز در سینماهای آمریکا بودیم. ساخته جاودانه فرانک کاپرا که بعد از سالیان سال همچنان دیدنی و تاثیرگذاره. زندگی شگفت انگیز است با فروش 1.4 میلیون دلاری تو خونه 7 باکس آفیس قرار گرفته. فیلم دلهره‌آور منو هم 32% کاهش فروش داشته. زوج جوونی برای یه شب رویایی به جزیره ای سفر میکنن که اونجا رستوران ویژه‌ای هست. سرآشپز برای مهمون‌ها منوی مخصوصی تدارک دیده، اما این منو کم کم به یک جدال خطرناک بر سر زندگی تبدیل میشه. منو 5 هفته اکران رو با فروش 2.7 میلیون دلاری به پایان رسوند. We now offer you a 45 second head start. Whoa! What kind of airship is that? I've never seen anything like it. انیمیشن دنیای عجیب هم با کاهش فروش 2 پله عقب نشینی کرده.
ماجرای خانواده افسانه‌ای به نام کلدز که اگر نتونن اختلافات بین نسلی خودشون رو حل کنن، ماجراجویی آخرشون با شکست مواجه میشه. We are clearly in uncharted territory. جدیدترین محصول دیزنی در پنجمین هفته اکران 36 میلیون دلار فروخته و مجموع درآمدش به 33 میلیون دلار رسیده. گربه چکم پوش در اولین هفته اکران تو خونه چهارم جدول اتراق کرده. سالها پس از ماجراهای قدیمی، گربه چکم پوش که متوجه شده 8 جون از 9 جونش رو سوزونده، خودش رو بازنشسته کرده. اما فهمیدن اینکه با یه ماجراجویی جدید ممکنه بتونه 9 تا جون خودش رو از اول داشته باشه، او رو وارد یه داستان تازه میکنه. این محصول جدید یونیورسال پیکچرز اولین هفته اکران رو با 6.1 میلیون دلار فروش پشت سر گذاشت. Is the great pools in boots asking for help? Well, you see, I started the whole damn thing. شب خشونت و بابا نوئل بزن بهادرش تو خونه سوم قرار گرفتن. سانتا برای برآورده کردن آرزوی کریسمسی یه دختر بچه مجبور میشه با گروهی از تبهکارا که خانواده این بچه رو به قصد سرقت گروگان گرفتن وارد جنگی واقعی بشه. کمدی اکشن شب خشونت در سومین هفته اکران 8.5 میلیون دلار دیگه برای یونیورسال پیکچرز درآمدزایی کرد. پلنگ سیاه واکاندا برای همیشه پس از 5 هفته صد نشینی به خونه دوم اومده. اهالی واکاندا با گذر از سوگ پرنس تچالا با بحران یک حمله خارجی مواجه میشن و باید با اتحاد از پس این دشمن قدرتمند برگردن. این فیلم ابرقهرمانی که تا الان دومین فیلم پرفروش ساله، این هفته هم 9 میلیون دلار فروخت و مجموع درآمدش به 422 میلیون دلار رسید. My culture, death, it's not the end. If you want to live here, you have to ride. مطابق پیشبینی ها، آواتار راهی از آب تونست به راحتی در صدر فروش هفته قرار بگیره. جک سوری و خانواده جدیدش توی پاندورا زندگی خوبی داره. اما یه دشمن قدیمی برای انتقام و تسویه حساب بر میگرده و حالا جیک و نیتری با کمک لشکری از ناویها باید با این هجوم مقابله کنند. فروش داخلی فیلم به اون خیره کننده ای که استودیو قرن بیستم فکر میکرد نبود و در بین برترین های سال پنجمین فروش افتتاحیه رو داشته. آواتار راهی از آب اولین هفته اکران رو با 197 میلیون دلار فروش به پایان رسوند و باید دید در تعطیلات کریسمس فروش فیلم چطور خواهد بود. امیدوارم تماشای این برنامه براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و باکس آفیس کلوت رو در سال آینده هم پیگیری بکنید.